به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با درود و سلام بر شما بیننده و شنونده سنشال افغانستان. هستین 3 جون و 13 جوزا است. توجه شما جلب میکنم به چند خبر از افغانستان و در اول هم خبرها را از ولسوالی جغتوی ولایت غزنی آغاز میکنیم، جایی که کوچه ها و مسران گروه تا در تلاش است تا بالای زمین های مردم هزاره شهرک بسازد. اگر از طریق فیسبوک برین دسترین گزارش را به اشتراک بمانید. منابع محلی در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که مسئولان گروه تا و کوچه ها در ولسوالی جغتوی ولایت غزنی بر زمین های مردم هزاره شهرک میسازند. به گفته باشندگان محل قرار است که در آن شهرک ها کوچه ها و خانواده های برخی از نظامیان گروه تا جابجا شود. امروز ما گزارش از 8 صبح را نیز پیرامون آن نشر کردیم، اما امشب میخوایم جزئیات بیشتری هم با شما آدرس دقیق تر محل شهرک ها را بگیم. بر اساس ادعای باشندگان محل و تماس کنان با سنترال افغانستان داشتن، این شهرک ها در مکانی یا در منطقه به نام سری آب ساخته میشه که بر اساس گفته های باشندگان محل سراب هم دو قسمت است، یکی سراب پایین هست یکی سراب بالا هست یا شونه و بالا به قول هزارگی. در سراب شونه یا پایین عملا اینا خط اندازی کرده، نقش خود ریخته و قرار است که چند صد خانه در اونجا ساخته شود و در اونجا هم کوچه ها جای داده شود و هم تعدادی از خانواده های نظامی گروه تا و یک شهرک دیگه هم در سراب بالا ساخته میشه که او ساحه هم تقریبا هم مرز با ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی هستند. باشندگان محل میگن اون سندی در دست دارن، البته سند عرفی که اینا زمین های آنها هستند و این مناطق یا علفچرشان هستند یا حتی مزارعشان هستند، اما مسئولان گروه تا گفت اینجا مکان های دولتی است و ما برای نظامیان خود هم قرارگاه میسازیم، هم برای خانه ایشان و هم برای کوچه ها میخواییم سرپناه بسازیم. باشندگان محل میگه در افغانستان دشت ها فراوان است، باید در جاهای دیگه به کسانی که خانه نیاز هست خانه ساخته شود. در غیر صورت این گونه گرفتن زمین یک قوم خاص و مردم خاص میتواند نفاق های قومی رو در افغانستان بیشتر کند. همزمان با شدت گرفتن جنگ در بغلان و پنجشیر، گزارش ها از این دو ولایت می رساند که با گذشت هر روز تعداد نیروهای گروه تا در این ولایت افزوده می شود. بر اساس گزارش های رسانه های داخلی افغانستان، اکنون بیش از 30,000 جنگجوی گروه تا از نقاط مختلف افغانستان به ولایت های بغلان و پنجشیر سرازیر شدند. این در حالی است که به گفته بسیاری از باشندگان محل، در روزهای گذشته تعداد زیادی از مردم ملکی در ولایت های بغلان و پنجشیر بازداشت شکنجه و حتی به قتل رسیده است. و به تازگی گزارش هم منتشر کردیم که دیروز یک مالدار در مرکز ولایت پنجشیر توسط نظامیان گروه تا لدکوب شد و زیر شکنجه جان داد و امروز یک اتفاق دیگه هم همین گونه در کاپیسا با وقوع پیوسته است. یک فرد دیگر در کاپیسا نیز زیر شکنجه نظامیان گروه تا به قتل رسیده است. مسئولان گروه تا ما تا به حال پیرامون این مسئله اظهار نظر نکردند. از بدخشان نیز گزارش می شود که بر اساس دستور رئیس تازه مقرر شده دانشگاه بدخشان که از سوی گروه تا مقرر شده، 3 نفر زنان که در آنجا استاد باقی مانده بودند منفک شده است. بر اساس گزارش ها در مکتوبی که آقای نقیب الله قاضی زاده رئیس جدید دانشگاه بدخشان صادر کرده، 3 استاد دانشگاه زن از این دانشگاه منفک شده است. در مکتوب گفته شده است که بر اساس تصمیم جلسه شورای علمی دانشگاه بدخشان، 3 استاد زن از جمله مجده تابش رئیس دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه منفک شده است. این در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته قیدات بیشتری بر زنان در افغانستان وضع شده و دیروز ما گزارش هم از ولایت هرات داشتیم که به زنانی که در آنجا خیاطی داشتن دستور داده شده بودند که دکانهایش را بسته کنند، زیرا این کار خلاف شریعت است و گناه حساب می‌شود. در نتیجه آتش‌سوزی ولایت نورستان تا به حال 180 جریب درخت در آتش سوخته و تخریب شده است، اما باشندگان محل میگن که مسئولان گروه تا به حال هیچ کاری انجام ندادند. در همین حال وزارت خارجه گروه تا در یک اعلامیه گفته است که امیرخان متقی با مسئولان سفارت چین در کابل دیدار و گفتگو کرده و از آنان کمک خواستند تا آتش‌سوزی در جنگلات نورستان را مهار سازد. این در حالی است که باشندگان محل 2 هفته هست که هر روز با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی خواستار توجه به آتش‌سوزی‌ها در این ولایت شدند. آنها میگویند که ممکن است که هزاران درخت دیگه هم که در این مناطق باقی مانده در آتش که اکنون دامنگیر این منطقه شده است بسوزد و
قطعا این به ضرر مردم و حکومت و اقتصاد کشور است. گروه تا زبان فارسی را از لوحه محکمه استیناف ولایت فاریاب حذف کرده است. گروه تا به تازگی لوحه جدید بر ساختمان محکمه استیناف ولایت فرا نصب کرده که در آن هم زبان ازبکی حذف شده، هم زبان فارسی و تنها زبان پشتو در آنجا باقی مانده است. از سوی هم گروه حاکم در افغانستان تامین امنیت 4 میدان هوایی افغانستان را به یک شرکت اماراتی واگذار کرد. قرارداد تامین امنیت میدان هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف امروز توسط غلام جیلانی معین وزارت ترانسپورت و هماهنگی گروه تا و ابراهیم رئیس شرکت گاگ که متعلق به امارات متحده عربی هست در کابل امضا شده است. این گروه که در گذشته میگفت ما مخالف حضور نیروهای خارجی هستیم، اما اکنون تامین امنیت این 4 میدان هوایی را به دست خارجی ها سپرده است. در نتیجه آتش سوزی در مرکز ولایت فرا بیش از 20 دکان سوخته و خسارات هنگفتی بر دکانداران وارد شده است. منابع مردمی در گفتگو با رسانه ها گفته است که آتش سوزی روز پنجشنبه 12 جوزا در یک از مارکت های شهر فرا به وقوع پیوسته و دکان های موجود در این مارکت و یک اراده موتر طعمه آتش شده و خسارات هنگفت هم بر مردم وارد شده است. این آتش سوزی دقیقاً در ساحه باغ پل در شهر فرا رخ داده، ولی تا به حال علت آن هم مشخص نشده است. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که وضعیت آزادی دینی و مذهبی در افغانستان به شدت وخیم است. البته آقای بلینکن از کشورهای دیگر چون عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی، کره شمالی و ایران نیز نام برده است. میانمار البته دیگر کشوری است که به گفته آنتونیو بلینکن وضعیت آزادی دینی و مذهبی در آنجا وخیم میباشد. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. لطفاً گزارش های ما را در یوتیوب لایک بذارین و اگر تازه به جمع پیوستین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا درود دیگر.